در کشور هند و پاکستان در واقع سیاستی که بود برای کنترل جمعیت این رو در واقع وارد بازار کردن به خاطر اینکه باعث عقیم سازی میشه. تامپراک یا گودکا در بلوچستان واقعا چرا این ماده خطرناک این همه پرطرفدار شده است؟ سلام و درود، اینجا استودیو پایگاه تلارسانی معیار جل. من حنیفه دهقانی در خدمت شما بیننده عزیز هستم. مروری کوتاه داشته باشیم به برنامه های پیشین. سن مصرفش خیلی پایین اومده، طرف دهنش پر از بال، با یه فرد دیگه میخواد صحبت کنه نمیتونه صحبت کنه. ابزار برخوردی شدیدی با افرادی که چه تولید میکنن و چه توزیع میکنن و ما نداریم. آیا میدانید این ماده خطرات بسیار زیادی بر سلامت فرد مصرف کننده دارد؟ در آن سوی استودیو با مهمان برنامه دکتر کبیر همراه ما باشید. این شایعه درسته که میگن باعث مقاومت سازی دندون میشه، برای دندون مفید هستش. خیلی دقیقاً برعکسشه، باعث میشه دندون بهش دهان درمان رو به طور خیلی زیادی در واقع در خطر قرار بده. در کشور هند و پاکستان در واقع سیاستی که بود برای کنترل جمعیت این رو در واقع وارد بازار کردن به خاطر اینکه باعث عقیم سازی میشه. به خاطر مواد تشکیل دهنده در واقع تامپراک که داخل شما هم هست، متاسفانه بزرگی در واقع افرادی که مصرف کننده هستن و بیرون در واقع پرتاب میکنن، باعث میشه این رگها در واقع بمونه و ثابت بشه و چهره هر جایی رو نازی بکنه. نکته مهم هم بگم که به خاطر اینکه بزرگ دهان خیلی زیاد میکنه، باعث میشه فرد بزرگش رو در واقع به بیرون در واقع پرتاب کنه و باعث سرایت هپاتیت میشه و باعث انواع سرطان های دهان و حنجره میشه. پس علاوه بر زشت شدن چهره شهرمان، این مواد خطرات زیادی بر سلامت فرد نیز دارد. در ادامه ارتباطی گرفتیم با یکی از مسئولان شبکه بهداشت و درمان چابهار. واقعا راه حل چیست؟ جناب دکتر محمدی بفرمایید. یکی از شایع ترین علل ایجاد سرطان های دهان، زبان، لثه و حنجره استفاده از تنباکوهای جویدنی هستش. سرطان‌های معده همچنین با توجه به اینکه این مواد شیمیایی در نهایت قسمتیش بلعیده میشه ایجاد خواهد شد و خرابی دندان‌ها، اختلال گوارشی، اختلال در بلع، اینها همه عوارضی هستن که در پی مصرف این مواد ایجاد خواهد شد. اون چه که متاسفانه ما در سطح شهرستان چابهار به وفور داریم میبینیم، مصرف این مواد غیر مجاز توسط خصوصا قشر جوان هستش. باید مسئولین زیربط سعی بکنن که جلوی ورود این مواد غیرقانونی رو به کشور بگیرن. این کار یه مقدار سخت‌تر هست و شاید اگر آموزش رو تقویت بکنیم، مصرف رو کم بکنیم، تقاضای این ماده در کشور کم بشه، خود به خود ورود این ماده هم به کشور در نهایت کم خواهد شد. من در رابطه با حوزه آموزش یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما. این نباید به حوزه بهداشت و درمان ختم بشود. همه نهادها باید وارد بشوند، رسانه ها، همچنین ارگان های غیر دولتی، ارگان های دولتی، باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم در حقیقت این مسئله رو در ذهن مردم خصوصا جوانان حل بکنیم. از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید بسیار متشکرم. سعی کنیم در اشتراک گذاری این ویدیو سهیم باشیم و افراد بیشتری را از خطرات پامپراک مطلع کنیم. حقیا رو نگه دارید.